ادامه فعالیت ها و ارائه خدمات صحی نهاد اجتماعی هوا برای کهنسالان در ولایت کندوز. دکتر فوات احمد نوری مسئول خانه امن هوا گفت از این که فقر و تنگدستی دامنگیر مردم شده، آنان با تیمی از دکتران خیراندیش یکجا شده و این نهاد را تأسیس کردند تا کهنسالان بی‌بضاعت را به طور رایگان تحت تداوی قرار بدهند. او گفت تنها یک بخش فعالیت های خانه امن هوا که بخش صحی به کهنسالان است فعال گردیده است و انقریب بخش های دیگری نیز فعال می گردد. و فقر و تنگدستی دامنگیری همه جامعه ما است. ما خواستیم در شرایط تیمی از چپن سفیدان ولایت کندرز را در گرد هم جمع آوری کرده و یک تیمی به نام علم و عمل ایجاد کرده تا به یک قشر عظیمی از جامعه که محسن سفیدان است و را تحت تداوی رایگان قرار می دهیم. یک بخش از این نهاد ما فعال شده که خدمات صحی کاملا رایگان به این سفیدان و محسن سفید هستند و انقریب دیگر خدمات ما هم انشاءالله آغاز به فعالیت می کند. دکتر حسن آرمان مسئول بخش تمویل و حمایت خانه امن هوا گفت هدف آنان از ایجاد خانه امن هوا نگهداری و تداوی کهنسالان بی‌بضاعت است که تا اکنون توانستند 210 تن از کهنسالان بی‌بضاعت را تحت تداوی رایگان قرار بدهند. او گفت قرار است در آینده نزدیک این کهنسالان را در یک جای امن نگهداری کنند. هدف ما از ایجاد خانه سالمندان یا خانه امن هوا نگهداری و تداوی محسن سفیدان بی‌بضاعت که تا فعلا ما تقریبا 200 نفر از محسن سفیدان را دانستیم که تحت تداوی قرار بدیم و انشاءالله برنامه های داریم که اینا را در یک جای امن نگهداری کنیم. از سوی هم کهنسالانی که از این مرکز امن هوا مستفید شدند اظهار خرسندی کردن می گویند. این دومین بار است که در خانه امن هوا رایگان تحت تداوی قرار می گیرند و تداوی بار نخستان ها نتیجه داده تا اندازه وضعیت صحیشان بهبود یافته است. آنها این امکانات را بسنده نمی دانند و از تاجران داخلی و خارجی خواهان حمایت این نهاد شدند تا از این بیشتر به آنها خدمات ارائه نمایند. خداوند شما خیر بتن. ما آمدیم اینجا ایلا شدیم، این دوام به دست ماست. دفعه حال آمدیم، دوای خدا گرفتیم، تقریبا 40% ما بهبود شدیم. ما از دکتر صاحبای چپن پوش راضی هستیم، راضی هستیم، راضی هستیم. این برنامه را برای ما چی کده؟ این خو کفایت بخش نیست، دیگه هم تاجرای بیرون کمک کنه، تاجرای داخل هم کمک کنه، دیگه مردمایی که سرمندمند است و هم کمک کنه. برای ما مردم سیم یک درد من درمان شود. که ما ایست که برادر جان مریض و بیچاره بودیم، یه کلینیک صاحب دکتر صاحب سر ما کمک شد، یعنی دوا را برای ما داد. ما میخواییم سا خوشحال شدیم، خوش شدیم از این دکتر خود، از دولت خود خوش شدیم که برادر جان در ما کمک زد. ما چیزی نداشتیم که ما کدام به تدریب خودم بکردیم. خانه امن هوا برای نخستین بار در ولایت کندوز از سوی تیم جوانان علم و عمل نظر به مشکلات اقتصادی که در کشور جاری است برای سالمندان نیازمند ایجاد شد که در حال حاضر تنها خدمات صحی رایگان را ارائه می کنند و قرار است در آینده نزدیک بخش‌های دیگر این مرکز نیز فعال گردد.